محترم آقای زلمی خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در عراق و افغانستان با ما هستند. آقای خلیلزاد، سلام بر شما، ممنون از حضورتان در برنامه. آغاز میکنیم از 5 تصمیمی که دیروز اعلام شد. به نظر شما کدام یک مهمترین است؟ اول باید بگم که مهمترین چیز از این تصمیم ها آمد تا مسئله بهتر ساختن رابطه افغانستان و امریکا است. یکی از ضرورت های چند سال گذشته ترمیم رابطه بین امریکا و افغانستان بود که به اساس مشکلاتی که در رابطه در دو سه سال آخر بین حکومت آقای کرزی و حکومت امریکا صورت گرفت، سردی در رابطه به وجود آمده بود و حکومت جدید افغانستان از روز اول نشان داد که میخواه این رابطه را ترمیم کنه و این سفر در این قسمت تا حال موفق بوده در ترمیم رابطه و حتما ملاقات با رئیس جمهور اوباما امروز یک قدم بهتر و بالاتر برای ترمیم صورت خواهد گرفت. در قسمت فیصله هایی که شما سوال کردین، اینا قدم های مثبتی بودن. مهمترینش طبعا مسئله 800 میلیون دلار بود به فکر من، چون وضع اقتصاد در افغانستان فعلا با مشکلات مواجه است. پول درآمد حکومت کمتر شده، مالیه را جمعش کمتر بوده، سرمایه گذاری هم به اون رقمی که باید صورت بگیره صورت نگرفته، در بودجه حکومت مشکلاتی وجود داره و یک تعداد پروگرام های هم حکومت در نظر داره برای پیش برد اقتصادی، برای فعال ساختن سکتور خصوصی و به وجه هم به پول و کمک ضرورت است. از او خاطر تمام این قدم ها مهم است، اما به فکر من مهمترین قدم مسئله 800 میلیون دلار بود. تلویزیون آشنا خوشبختانه مصاحبه اختصاصی با رئیس جمهور غنی داشت در روی موضوعات مختلف و بخشی از او روی تعهدات مالی امریکا به سمت افغانستان بود. اجازه بدین این بخش از نظریات رئیس جمهور بشنویم و بعد با واکنش شما در مورد تقدیم بیننده ها خواهیم کرد. نکته اول است که ضرورت به تشکر از کمک هاست، ضرورت از تشکر به همکاری است. افغانستان 14 سال پیش به یاد بیاریم، ساحه دارلمان یک خرابه محض بود. نفوس کابل 400 هزار نفر بود. خشکسالی 5 سال مرد کارد بستخان رسانده بود. مشکلاتی که وجود داشته باید تصویر بزرگ از زیر شعار ندانه و تصویر بزرگی است که بدون کمک همه جانبه امریکا ما دستاورت های 13 سال گذشته ما با مراتب کمتر می بود یا غیر ممکن می بود. از جهت نکته مثبت از همکاری ضرورت به تاکید داره. دوم، فساد اداری یک سرطان است. جامعه افغانستان تباه کرد و تصویر افغانستان به خواب برابر کرد. ما ضرورت به این داریم که تصویر افغانستان به صورت بنیادی تجدید شود. ما دوست نیستیم، ما قاچاقبر نیستیم، یک عده کوچک به این کار مصروف هستند. ما یک ملت باوقار، آزاده و آزادمنش هستیم، یک ملت که به دموکراسی عقیده داره و قانون اساسی باور داره، در انتخابات سهم بزرگ گرفتیم. میخواییم که یک جامعه با ثبات و مرفع باشیم. این تصویر باید در عمل ارائه کنیم. از این جهت همیشه باید به حیث گدا نبه. نکته بنیادی ما ایست که اول خود ما چطور حس مالکیت میکنیم و حس مسئولیت میکنیم. اصلاحات ما را سر ما باید کس تحمیل نکنه. ما باید پیش قدم باشیم، ابتکار اصلاحات به دست خود داشته باشیم تا بتانیم به صورت بنیادی مردم قناعت بدیم. سوال دیگر همیشه معلوم دار ایست که آیا افغانستان ظرفیت عزیز پیدا کرده میتونه که آینده خودش تمویل کنه. ما تا ابد وابسته به کمک ها بوده نمیتونیم. یک مملکتی که بودجه انکشافیش مطلقاً بر اساس کمک خارجی استوار باشه،
و قسمت قابل ملاحظه بودجه عادیشم از کمک های خارجی به معلوم دار در اصلا سوال پیدا میکشه آیا این مملکت واقعا به گدایی و تنبلی آموخته است یا ای که یک اراده داره و میخواه نکته دیگه است که ابتکار عمل در توسعه مناسبات نهایت ضروری است حقوق و وجایب ما مخصوصا حقوق زن حقوق جوان و حقوق فقیر باید نقاط باشه که ما بتانیم سر از این اتکا کنیم بر این اساس ما میتانیم که یک اجماع ایجاد کنیم اما عمده ترین چیز در چارچوب عزیزتک که خطراتی که افغانستان تهدید میکنه خطرات است که هم منطقه را هم دنیای عرب اسلامی را و هم دنیا جهانی خواستن امریکا را تهدید میکنه در تعریف از این خطرات و ابتکار در دفع از این خطرات ما باید پیش قدم باشیم تا بتانیم نوع مناسبات خود را بر اساس منافع مشترک و به اساس از این که ما سر پای خود استاده شده میتونیم و اینا در پهلوی ما قرار گرفته میتونن از این که همیشه ما را خدای نکرده در پشت خود ببرن این تصویر نهایت ضروری است و نقطه تمرکز ما بوده میتونه تا مردم امریکا باور پیدا کنن که کمکاشون به مردم میرسه و مردم میخواین که مناسبات با پای خود استاد شد فساد داری موضوعی که همیشه در عرصه حکومت داری در افغانستان مطرح بوده و حکومت وحدت ملی هم از اون مبرا نیست تا حال اتهامات مبنی بر فساد به خصوص در عرصه تعیین کابینه برای حکومت وارد آمده برداشت شما از گفته های آقای غنی در عرصه مبارزه با فساد و کمک ها چیست؟ اول خود چیز مهمی که رئیس جمهور غنی گفت ایست که تغییرات زیاده در افغانستان صورت گرفته با وجود مشکلاتی که وجود دارن افغانستان امروز از افغانستان 14 سال پیش فرق اساسی داره و در این کردیتش طبعا به کوشش های مردم افغانستان تعلق میگیره به کوشش های حکومت تعلق میگیره همچنان کمک های جهان و خصوص کمک های امریکا یک رول کلان در رو قسمت داشته بله. و این به فکر کنم که یکی از صفات های مثبت این سفری است که رئیس جمهور و آقای عبدالله حقیقت بینانه صحبت میکنن کردیتی که به امریکا لازم است او کردیت میتن و یک اتمسفر مثبت را برای بحث هم با وجود میاره در اینجا در قسمت مشکل فساد که شما به اشاره کردین طبعا مثل که دکتر اشرف غنی گفت یک سرطان است در وجود سیاسی افغانستان و در وجود اقتصادی افغانستان و یکی از اساس ترین جزء پروگرام حکومت وحدت ملی همیست که با این مشکل مقابله بکنه این آسان کار نیست که چطور با ریشه های قوی که پیدا کرده در افغانستان که خود رئیس جمهور هم گفت مثل سرطان است یک دوای قوی کار داره مبارزه شدید کار داره پروگرام کار داره تیم کار داره حسابگیری کار داره تعقیب کار داره و این وقت در بر میگیره و کار آسان نیست اما مسئولیت حکومت جدید است که از بعض عناصر مهم که در سطح بالا قرار دارن حسابگیری با اونا شروع شوه اول برای از اینکه اگر سر یک کس پایان رتبه بیچاره این کار شروع میشه او که تاثیردار نخواهد بود و از اون خاطر صحبت و پروگرام مثبت است خوب است اما جنبه عملیش دیده شوه یک مشکل کلان نصیب و فکر کنم که دکتر اشرف غنی متوجه از این موضوع است. بله سفیر صاحب خلیزاد زه هم تاست سلامونه ورانده کوم مننه در تاگونه مو کور مو زما سره همی و پختنشت او هغه دا چې امریکای افغان کارپوهان د افغان مشرانو سفرونه او سره پرتلکوي تاسو او سنه د افغان دواړو مشرانو سفر د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سفر سره څنګه پرتلکوي کردی صاحب هم دیر خط سفرونه ای در لود امریکی تا کانگریس هم بیانه ور کری و
په ابتدا کې په خصوص ډیره ښه مثبت ګرم رابطه و د رئیس جمهور بوش او د رئیس جمهور کرزی سره، اما په آخر کې په اساس ځینې مشکلات چې په منځ راغی سفرونه مشکلات هم درلود، اما په ابتدا کې او اوس دا سفر هم په ابتدا د نوي حکومت په کار کې واقع کیږي او یو مثبت اتموسفیر پیدا شوی ده. داکتر سبشخانی و داکتر عبدالات تبریکی و همچه دوی دا سفر په یو ډیر ښه چارچوب کې شروع کړی دی او تر اوسه پورې خدا یو ډیر موفق سفر دی د دوی دپاره او د افغانستان دپاره او هم د امریکای دپاره، ځکه چې افغانستان د امریکای ستراتیژي په منطقه کې یو غټ او مهم رول لري، باید هم ولري. مثبت سفر دی. خب برمیگردیم به جدای این سفر. موضوع تمویل اردو یک موضوع بود که دیروز در کمپ دیوید اعلام شد. موضوع مصالحه با طالبان موضوع دیگه است که هیئت افغان با مقامات آمریکایی روی از او صحبت میکنن. آیا شما انتظار انکشاف را در کنفرانس مطبوعاتی در راه در قصر سفید از دو رئیس جمهور در قبال مذاکره با طالبان دارین یا خیر؟ خب حتما اقلا دو رئیس جمهور از کوشش ها برای آوردن صلح در افغانستان پشتیبانی خواهند کرد. کار آسان است، افغان ها از ابتدا صلح میخواستن و امریکا همچنان، اما مسئله ایست که طرز پیاده ساختن راه صلح آیا در آینده نزدیک یک تغییر پیش خواهد آمد که ملاقات ها صورت بگیره بین حکومت و نماینده های یا رهبریت طالب، یعنی در چند هفته گذشته حد زده می شد با قدم هایی که حکومت دکتر سب اشرفغانی و دکتر سب عبدالله گرفتن که یک ملاقات صورت بگیره. آقای اشرفغانی سفر کرد به پاکستان، ملاقات های صورت گرفت از طرف مقامات پاکستانی که به کابل آمدن. بله. چند نفر صاحب منصب افغان روان شد به پاکستان برای تمرین نظامی. رابطه با هند کمی سرتر شد که به پاکستان اطمینان داده شود. رابطه با چین قوی تر شد که به پاکستان اطمینان داده شود که افغانستان با دوست پاکستان رابطه خود را قوی میکنه و از چین کمک خواسته شده برای این کار. حتی بعض فعالیت های امنیتی به ضد عناصری که ضد پاکستان هستند در افغانستان صورت گرفت. اما تا حال غیر از صحبت مثبت از طرف حکومت پاکستان آیا قدم های عملی گرفته شده برای بهتر ساختن وضع امنیتی در افغانستان و برای شروع آغاز بحث مستقیم بین عناصر طالب و مخالفین حکومت با حکومت؟ هنوز این قدم صورت نگرفته، گرچه امیدواری بود که چند هفته پیش کار صورت بگیره. چرا این ملاقات هنوز صورت نگرفته؟ آیا پاکستان راستی فیصله کرده که در این قسمت کمکی که لازم است بکنه یا نه؟ بله. آیا ضرورت به ایست که امریکا هم باید فشار بیاره برای پاکستان با قدم هایی که دکتر اشرف غنی گرفته و این قدم های دلاورانه بوده، قدم هایی بوده که خطرات سیاسی برای خودش در داخل افغانستان داره که پاکستان او وعده هایی که ممکن برش داده باشه او وعده ها را عملی کرده یا نکرده؟ چرا نکرده؟ و ضرورت به کمک از امریکا هم خواهد بود. سفیر صاحب ما سره هم یو پختنه شته، بل افغانستان ته یوازې طالبانو خطر نه دی متوجه. جمهور رئیس غنی ویل چې د داعش د ډلې خطر هم په افغانستان کې وستر سترګو شوی دی. تاسو فکر کوئ چې د دې خطر په نظر کې نیول سره او هغه څه چې په عراق کې پیښ شول، آیا امریکا به لا نور مرستو ته وهڅوي؟ داعش خطر خو یو عمومي خطر ده. بله. نه یوازې افغانستان ته، بلکه پاکستان نړۍ او شرق میانه کې په خصوص سوریه او عراق کې زخت ډیر یو نوی خطر ده. دا هم یو توجه ته ضرورت لري او پاکستان افغانستان باید یو بل سره په دې باندې هم همکاری وکړي. او دا نشي چې پاکستان
د طالب خطر یا د اقانی گروپ خطر لیکي او د داعش خطر اضافه وکي او بیا وایي چې مونږ خدای باندې کنټرول نه لرو لکه چې دوی ویل هغه وخت چې زه په افغانستان کې سفیر وم ما ته د پاکستان رئیس جمهور مشرف وویل چې طالبان دلته خو نسته دوی دلته په افغانستان کې ما ته د دوی ادرس ورکه او د دوی تلیفون نمبر ورکه مونږ خبره هیڅ خبر نه لرو چې دوی په پاکستان کې دي چې بیا په داعش په باره کې همداسې یو لوبې وکړي دا یو مهارت و توجه ته ضرورت لري چې پاکستان صحبت یو شی ده او بیا توجه باید دوی عمل ته سره توجه ولري او باید زما په نظر باید پاکستان هم قدمونه گامونه واخلی او دغه گامونه چې پس لینه دغه اغوی د گام نه دنی گامونه افغانستان هم باید واخلی باید داسې ونشي چې ټول گامونه افغانستان واخلی بیا او دوی صحبت باندې یوازې حساب وشي. ډیره زیاته مننه سپیر صاحب خلیلزاد. تشکر از شما، تشکر از حضورتان و از تحلیلی که ارشاد هستید. سلامت باشید. مننه تاسانه. مننه کرم. سلامت باشید.